دادگاه عالی فدرال در ابوجا پایتخت نیجریه در حکمی دستور آزادی روحانی شیعه شیخ ابراهیم زکزاکی و همسر ویرا صادر کرد. فمی فلانا وکیل شیخ زکزاکی گفته بود دادگاه باید موارد اتهامی این روحانی شیعه نیجریایی را اعلام و وی را تفهیم اتهام کند و در غیر این صورت باید دستور آزادی شیخ را صادر کند چرا که ادامه بازداشت او غیرقانونی است سرویس امنیتی دولت نیجریه پیشتر مدعی شده بود که زکزاکی را به منظور محافظت از وی در بازداشت نگه داشته است اما دادگاه اعلام کرد زندانی کردن شیخ و همسرش به منظور حفاظت از آنان مبنای قانونی ندارد گابریل کولاول قاضی دادگاه استدلال کرده تصمیم دولت نیجریه برای بازداشت طولانی مدت زکزاکی خطرناک است چرا که ممکن است وی را در معرض خطر مرگ قرار دهد کولاول گفت دولت نیجریه باید ظرف 45 روز شیخ زگزاکی و خانواده اش را به پلیس تحویل دهد و پلیس نیز باید ظرف 24 ساعت آنان را تحت محافظت به مکانی امن منتقل کند. این قاضی همچنین سرویس امنیت دولت نیجریه را به پرداخت جریمه نقدی به شیخ زکزاکی محکوم کرد موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر ماه سال گذشته با یورش سربازان نیجریایی به یک حسینیه در شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد در حمله نیروها صدها تن از شیعیان شهید و مجروح و تعدادی زیاد نیز زندانی شدند بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشری کشدار سال گذشته شیعیان نیجریه را محکوم کردند.